هر جایی که اسم دین هست آقای خاتمی اونجا هست. این راز اول. آقای خاتمی اونجا هست. راز دوم این بود که آقای هاشمی رفسنجانی بهای ازلی بود که اینا رو توضیح داد. یعنی یک فردی بود که اصلا مسلمان نبود و اون کارهایی که کرد در داخل ایران و اسرارش که میخوام فاش کنم با یک مثال خیلی ساده وارد مقوله بشیم و اسرار بیشتر یعنی تشریح کنیم با چف کافی کنیم که چه اتفاق افتاده. دکتر نورعلی تابنده در آبش بنابادی کسی بود که تو سیستم بازرگان بود. این آدم زمان شاه زندان بود، زمان خمینی هم زندان بود. خمینی یک گروهی رو آماده کرده بود، داریم به ترتیب اینطوری میریم اینجا، یک گروهی رو آماده کرده بود که توی این گروه چند نفر آدم معروف بودن. خمینی تأکید داشت که دولت گذار دولتی باشه از اکیپ بازرگان و یه سری آدم هایی که بالای بجز 3-4 تاشون که جاسوس های کشورها بودن بالای 40-50 نفرشون واقعا وطن پرست و پاتریوت و میهن پرست بودن. یعنی خمینی گفت آقا من شما به چین قانون اساسی، شما به چین قوانین، شما به چین چیکار باید بکنید. هاشمی رفسنجانی که بهای ازلی بود و توی بیت خمینی رفت آمد دوزیستی مشخص مثل کروکودیل الیگیتورها داشت، کاملا میدونست که باید چی کار کنه. این وسط بغل آقای هاشمی هم یک فردی به نام خامنه ای بود که اینها دست به دست هم بازی رو تولید کردن تا تمام یارای خمینی رو دونه دونه قتل عام کنن و کردن. یعنی فکر کن من فردا امپراتوری پارس گرفتم، اومدم گفتم این 20 نفر بیان قانون اساسی رو بنویسین، این 20 نفر همه مردن، 4 تا شغال موندن که مال من نیستن، این 20 نفر ما رو کشتن. نمیدونم یک نامه 90 امضایی بیرون اومد و تو این نامه 90 امضایی دکتر نورعلی تابنده امضا کرد که گفته ما مملکت رو داریم میبینیم که به سمت چی داره میره و غیر مسلمون ها مملکت رو گرفتن و هیچ کنون از سران مملکت مسلمون نیستن. این نامه به کی نوشته شد؟ به هاشمی. هنوز خامنه‌ای قدرت نداره اینجا، تازه داره رشد میکنه. 90 نفر از افراد خوب که 2-3 تاشون جاسوس بودن بقیه آدم خوبی بودن، 90 نفر امضا کردن که آقای هاشمی رفسنجانی شما داری مملکت رو به جایی میبری که زنای ما هرزشن و شما میخوای دخترای ایرانی رو بفروشی به کشورها و شما داری برای این که میخواد به اسلام ضربه بزنی تمام دخترای شیعه و سنی رو برای سکس داری آماده میکنی، سکس گروهی در بیرون از کشور. شما داری اقتصاد کشور رو به سمتی میبری که ما هیچ راه نجاتی نداریم. شما داری کاری میکنی که صدام حسین اعلام کرد انا تسلیمون، من تسلیمم، حاضرم میلیاردها دلار پول بدم و جنگ تموم شه و هاشمی رفسنجانی توسط 2-3 تا از مهراش کاری کرد که خمینی قبول نکنه و جنگ ادامه پیدا کنه تا بعدن صدام حسین گفتش که نه تنها پول نمیدم، بیا 4 تا کشور به ایران حمله کردن، ایرانی ها رو جوانای ما رو کشتن بردن دم مرزش. هاشمی این کار کرد. پس 90 نفر امضا نوشتن به هاشمی، یک دوزیست. هاشمی چیکار کرد؟ تک تک اینا رو شناسایی کرد و کشت، یا تو حبس کرد یا شکنجه کرد یا ناخوناش میکشید یا مجبورشون کرد کشور برن. قدرت هاشمی رو ببین. دبی که من بودم آدم فرستاد برای زدن تلویزیون،
طرح تلویزیونی که در دبی این شاسکول هاشمی به من پیشنهاد دادن و موافقت نکردن، طرحی بود که بعدها به من دوباره پیشنهاد دادن، بعدها اسمش رو شبکه من تو، اونی که من توف کردم تو خیابون رئیس شبکه من تو ورداشت و این شبکه رو ساخت و درست در یک ساخت جلوی یک ساختمون رئیس شبکه من تو رو من این لقش اینجوری گرفتم بردمش بیرون، بهش گفتم میدونی بودجت از کجاست؟ گفتم هاشمی دارم. رفت. یعنی شبکه من تو داشت شروع میشد من بودجتش میدونستم کجاست. و تو فکر میخواد که فکر داشت هاشمی میتونم حرف بزنه؟ نو. پس شیرترین، جسورترین مرد تاریخ 300 ساله گذشته آقای حسینی که روی نشسته. پس این اتفاق افتاد. دکتر نورعلی تابنده یک کار دیگه کرد. در سال 1369 نامه زد به هاشمی، رفت تو زندان. خانومش هم از دنیا رفت. یک نفر از طرف آقای هاشمی رفت اون تو گفت خانومت مرد با همین لحن، نذاشتم بیاد بیرون. تمام اون 90 امضایا قلقم شدن. دکتر نورعلی تابنده سال 88 یک چک محکم تو گوش نظام زد، اومد گفت دراویش گنابادی رأیشون کرده بود، ساختار نظام ریخت به هم. چند تا پیک فرستادن. اون موقع مردم اصلاح طلب گاف فکر میکردن هاشمی پشت ایناست، در صورتی که هاشمی نام آدم فرستاد که چرا کروبی. اصلا کسی که مخالفت میکرد با کروبی خود هاشمی رفسنجانی بود. کسی که خاتمی رو داد بالا با بدبازی کردن خود هاشمی رفسنجانی، خاتمی اومد بالا که بعدن روبروی ناطق نوری رأی آورد. یعنی خود کسی که به ناطق نوری خیانت کرد هاشمی رفسنجانی بود. پس خاتمی فقط گشت ارشاد رو انداخت. خاتمی فقط چون خودش زرتشتیه، فقط قاسم سلیمانی زرتشتی رو ارائه نداد. خاتمی فقط مداح تولید نکرد 300-400 تا. خاتمی فقط بعد از اینکه مداح تولید کرد، مداح بهش گفت آقا خاتمی ببخشید کلن مگه چند از ما اشکال نداره، اعضاها تعطیل. چرا؟ چون بتونن دوپس دوپس را مندازن، مداحی مدرن تولید کنن. خاتمی دشمن اسلامه. یعنی اسم فاطمه زهرا میاد خوار مادر خاتمی میلرزه، نفرت داره. ما اپوزیسیونی هستم تو منم فرق بین اسلام و مسیحیت نداره، لازم نداره زرتشتی باش بودایی باش. اما سران مملکت مشکل چی اینه؟ چون برای تجزیه ایران باید اسلام رو بردارن، اصل اسلام تو دراویشه. نمیتونه برش داره. برای همین بیرون همه دعوایه، برای همین همه با هم درگیرن. پسر خوب، دختر خوب، چون فکر یه خاتمه اونجا. هر زمانی که اوضاع وخیم میشه و رژیم در حال تغییر، آقای خاتمه میفره وسط. هم میهنان هم بطنان خیلی مادر قهبند خبر نداری عزیزم.